با خدا راست باشیم. در هنگام مصیبت ها سختی ها با خدا راست باشیم. خود را کنترل کنیم. آنچه که در هنگام خوشی ها می گفتیم که هرچی دارم از خداست، خدا به من لطف داره، خدا به من رحمت داره، اینها را در مواقع سختی ها فراموش نکنیم. خیال نکنیم که اگر نعمتی داریم همیشه این میمونه و این به خاطر قربت در درگاه خداست. نعمت ها همیشه ابتلاعات هست، امتحانات هست. آنچه که داریم، هرچی که داریم، همه ابتلاع هست. چگونه ما از این استفاده کنیم؟ چگونه اونو حفظش کنیم؟ حفظ کردن با شکر خدا. شکر خدا چیه؟ که این نعمت رو از خدا بدونیم، در راه رضای خدا هم به کار ببریم، نه اسراف کنیم، نه انسان بخیل باشد، نه در راه نافرمانی خدا به کار ببرد. این میشه شکرش. اعملوا آل داوود شکرا. وقتی که این گونه با خدا صادق بودیم، راست بودیم، خدا موقع سختی ها هم با ما خواهد بود. در حدیث میگن که خدا را در هنگام خوشی ها بشناس، با خدا باش، اون لحظه در خوشی ها خدا را فراموش نکن. خدا هم تو را هنگام سختی ها فراموش نمی کنه، به حال خودت رها نمی کنه. محسن باش، زیبا کار انجام بده که خدا پاداش محسنان ضایع نمی کند. پس در هر امری از امور زندگیمون ما بایستی با خدا راست باشیم. فلو صدق الله لکان خیرا لهم، برای خودشون بهتر هست، برای خودمون بهتر هست. این به خیر ماست.